سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدیم انگلیسی در 5 دقیقه. Hello guys, it's me and welcome back to 5 minute English. لطفاً دکمه قرمز سابسکرایب و زنگوله بغلش رو یادتون نره. آقا have و have got چه فرقی داره و چه جوری بعد سوالی رو منفی کنیم هر کدومش رو؟ خب have versus have got. اول از همه خیالتون رو راحت کنم بچه‌ها، have و have got دقیقاً هم معنیان. So have is a synonym for have got. دقیقاً هم معنیان. فقط have got یه مقدار فرمال تره، ولی اصلا کاری به اینکه فرمال هستش یا نیستش نداریم. هر جوری که دوست دارین یادش بگیرین، چه میخواین have یاد بگیرین، چه have got، چه هر دوشو، فرق نمیکنه. من خودم اصلا بیشتر از have got استفاده میکنم، ولی هیچ فرقی با هم ندارن. فقط یه چند تا نکته داره که توی مثالی که اینجا براتون نوشتم میخوام بهتون بگم. خب مثلا I have many things to do. I have many things to do. یه عالمه کار دارم که بعد انجام بدم. الان من اینجا از فعل have استفاده کردم. میخوام همین جمله رو بازنویسی کنم. I want to rewrite this sentence with have got. میخوام این جمله رو بازنویسی کنم با have got. چجوری میگم؟ به جای have got میذارم. I have got بچه‌ها. I have got many things to do. خب که اگر من بخوام اینو کانترکشنش بکنم میگم I've got، یعنی اینو میکنم I've. نکته، من نکته اول the first point I cannot say I've many things to do. I've many things to do نداریم، یعنی اینو نمیتونم کانترکشنش کنم، ولی اینو میتونم I've got درسته، ولی I've نداریم. پس I've got many things to do، یه عالمه کار دارم که بعد انجام بدم. Have got. جمله دوم، She has a big house. She has a big house. اون یه خونه بزرگ داره. خب الان میخوام اینو دوباره ریرایت کنم. دقت کنین که بچه ها have برای I, you, we, they استفاده میشه، has برای he و she و it. دیگه اینو میدونین دیگه، has برای he و she و it استفاده میشه. دقیقا وقتی has برای he و she و it استفاده میشه، اگر بخوایم از این عبارت هم استفاده کنیم براشون، به جای have got باید بگیم has got. پس she has got a big house. خب دوباره الان من اگر بخوام اینو contractionش کنم، she has got a big house، میشه she's got a big house. اون یه خونه بزرگ داره. باز دوباره she's a big house نداریم ما، ولی she's got داریم. خود has و have و به تنهایی نمیتونیم contraction کنیم، ولی have got has got و بله. They don't have enough money to buy this house. اونا پول به اندازه کافی ندارن که این خونه رو بخرن. الان don't have و اینجا منفی اومده، من چجوری have got رو میتونم منفی کنم؟ Point. بچه ها have جزء auxiliary verb هاست و چون، یعنی جزء افعال کمکی هستش، و چون مثل am, is, are, do, does، و چون خودش فعل کمکی محسوب میشه با خودش منفی میشه. یعنی مثل have نمیام don't و اینا بهش اضافه کنم، خودش رو منفی میکنم. Have منفیش میشه haven't، have not که contractionش میشه haven't. پس الان من اگه بخوام این جمله رو rewrite کنم میشه they haven't got enough money to buy this house. پس they haven't got، میبینین اینو منفی کردم، they haven't got، have not بوده که contraction شده haven't. حالا he doesn't have any idea، اون هیچ ایده ای نداره. doesn't رو چجوری منفی کنم؟ مگه نگفتیم برای he she it از has got استفاده میکنیم؟ has رو منفی کنین میشه has not، contractionش کنین hasn't. so he hasn't got any idea. He hasn't got any idea. اون هیچ ایده ای نداره. دوباره این الان hasn't got، hasn't رو منفی کردم، هیچ چیزی بهش اضافه نکردم، فعل دیگه ای، فقط یه not که contractionش کردم کوچیک شد. haven't got، hasn't got. پس have و have got دقیقا به همون معنی هستن، هیچ فرقی ندارن. فقط سه تا نکته داشت که نمیتونم I have خالی رو بگم I've، ولی I've got داریم.
شیز نمیتونم بگم ولی شیز گات داریم. منفی هاو میشه don't have، منفی has میشه doesn't have، ولی منفی have got میشه haven't got و معنی has got میشه hasn't got، که دقیقا توی این چهار تا مثال همه رو بهتون گفتم. این هم از 5 دقیقه امروز، امیدوارم لذت برده باشین. Till another 5 minute English, take care, see you soon and bye bye.